آقای دکتر، داستان زندگی روز زمین از اول چی بوده؟ ما که الان از عقل و دانش رو حس کنم همه چی بهره‌مند هستیم، چطور شد که به این مرحله رسیدیم؟ مثلا در مورد آفرینش زمین و این سولار سیستم، چطور شده که این زمین اینجوری در این مدار قرار بگیره که ماها توش بتونیم زندگی بکنیم؟ توضیحی که از نظر علمی هست این است که حدود 14 و خورده میلیارد سال قبل یک نقطه‌ای در حقیقت با یه انفجاری در آمده و به صورت یه بادکنک کوچکی همینطور داره بزرگتر و بزرگتر میشه. قبلا هم فکر کردن سرعتش به تدریج کم میشه، ولی حالا میدن مثل که با سرعتش داره بیشتر میشه. سه تا برنده مثل که جایزه فیزیک امسال هم کسانی هستن که به این اکسپنشن یونیورس هستن. شما جهانی رو تصور کنید مثل یه بادکنک که این بادکنک داره بزرگتر، این کل جهانیست که میشناسن که میگن 14 میلیارد و خورده سال قبل از یک بیگ بنگ، از یک انفجار آغاز شده. بعد روی این بادکنک رو تصور کنید که نقطه ها و چیزهای مختلف و متفاوتن که اینا ستارگانی که هستن. این ستارگان اونایشون که درشون یه موادی بوده که نمونه برجستش به صورت سادهی که من میفهمم آب بوده، امکان به وجود آوردن آنچه که ما نامش و حیات میذاریم رو فراهم کرده و بنابراین در اون ستاره، در اون کره مثل کره زمین حیاتی به وجود آمده. این حیات ابتدا جنبه مادی خودشو نشون داده، بعد گیاهان اومدن، بعد حیوانات، بعد انسان، و در این زمین هم تقریبا دیگه تردیدی نیست برای که هزاران هزار دلیل براش وجود داره. اما چگونگی این تغییرات یا زمانش به هر حال با یه مقدار احتمال همراهه، ولی اون احتمال تغییری در موضوع به وجود نمیاره. انسانی هم که به صورت امروز میشناسیم چند جوره میشه راجبش توضیح داد در این حد، چون همیشه شما باید تقسیمتون رو بکنید، ولی به گونه ای که میشناسیم و او رو صاحب یه هوشی و یا احتمالاً تفکر و تعقلی میبینیم به یک اعتبار 200-300 هزار سال است، به اعتبار 2-3 میلیون ساله که در روی کره زمین به وجود آمده و احتمالاً از افریقا آغاز شده، بعد پخش و پراکنده شده. به دلیل این پخش شدن و شرایط محیطی ازش سه تا نژاد سفید و سیاه و زرد به وجود آمده و بعد ماجرای رشد اینا در زمین‌های مختلف فراهم آمده. به دلیل اینکه با وجودی که موجودی حتما در این اواخر قبلش حتی آبزی بوده، درخزی بوده، گیاهخوار بوده، به دلیل اینکه به نوعی گوشت وارد تغذیه شده، زمینی رو فراهم کرده که مجبور نبوده مثلا اگر 16 ساعت بیداره مثل گوسفند چرا کنه، گوشتر خورده نشسته، به جهان نگاه کرده، به تدریج درش درکی از اینا پیدا شده، این درک به تدریج رشد پیدا کرده و تکامل مغزش رو به وجود آورده. ابتدا پایه مغز مانند حیوانات فراهم اومده، اون پایه یا استیم، بعدش یه منطقه بعدی به اسم لیمبیک بهش اضافه شده که علاوه بر حس احساس رو هم داشته، بعدم یه مرحله سومی کورتکس یا مخی به وجود آمده که این آخری نه تنها حس و احساس، توانایی مقدار تجزیه و تحلیل ها و یا حتی تجرید و انتظار رو داره و بنابراین مغز سگانه انسان سبب شده که با دنیا برخورد خاص داشته باشه. این مغز یک سوم وجود یک کودک یا یک نوزاده که از 300 میلیارد سلول 100 میلیارد سلول های مغزی است، تقریبا یک سوم بدنش وقتی به این دنیا میاد مغزشه و اونه که چون ابدا قابل مقایسه نسبتش با بقیه حیوانات نیست، یعنی نسبت وزن مغز به بدن که در حقیقت یه سومه، در من فکر میکنم هیچ حیوانی حتی یک دویستم و یک سیصدم هم باشه یا اون قسمت فعالش باشه، بنابراین جلو افتاده و تونسته قوانین طبیعت رو بشناسه و از خود قوانین علیه قانون دیگه استفاده کنه و به هدفهاش برسه. یعنی روزی که خواست از روی زمین بلند بشه متوجه شد که نمیتونه مگر اینکه یه قانونی که در طبیعت هست رو کشف کنه. اون قانون رو که فرض کنید یه دادن سرعت به یه شیئی است با یه شکلی و بعدن دادن یه زاویه‌ای سبب بشه که به دلیل اون نیرو و به دلیل هوا از رو زمین بلند بشه که شده هواپیما و بقیه چیزام همینطور.
نتیجتاً کار خاصی هم نکرده، اون بوده که قوانین طبیعت رو شناخته، از خود طبیعت علیه خود طبیعت که فقط تنها جایی است که اجازه میده استفاده کرده. درست مثل دندان که من و شما دندانمون در 35 سالگی به صورت عادی طبیعی میفته، آمدیم دانشی رو به وجود آوردیم که این دندان رو تا 100 سالگی هم نگه میدارن، خیلی از اوقات بهتر از 30 سال اولش. چرا؟ برای که قوانین رو کشف کردن که چگونه میشه این دندون رو حفظ کرد، یا دندون رو اگر نیست مثلا درست کرد یا کاشت. و این اختراعات و اکتشافات و این دگرگونی ها نتیجه کاربرد عقلی بوده که سراغ واقعیت رفته و ازش علم رو درآورده. بنابراین یه عقل یعنی rational mind و thinking ما که از طریق استدلال reasoning سراغ درک و تشخیص و شناخت واقعیت رفته، به قواعد و قوانین پی برده که اونا رو وقتی مدون کرده و به صورت سیستماتیک درآورده ازش علم درآمده. بنابراین حالا به زیور علم و عقل به نوعی آراسته شده، جهان واقعی رو تشخیص میده، بنابراین یه دانه رو میکاره و ازش 10 دانه در میاره، یا شیری که اگر بمونه گندیده میشه رو تبدیل به پنیر رو فرض کنید کره و ماست میکنه که حالا میتونه یه ماه یا 2 ماه حتی تو همون شرایط نگهش داره و در نتیجه همه شیر رو مجبور نباشه بخوره بعد از گرسنگی بمیره، بلکه اون رو برای ایام بعد هم بگذاره. اینا اون کاریست که صورت گرفته و ما رو به اینجا رسونده و در طبیعتی زندگی میکنیم که بر اساس قانون کار میکنه، به اندازه سر سوزنی هم ازش تخطی الان نمیکنه که من نشون بده خوشحال میشم ببینم. من الان از این پنجره همیشه عرض کردم چون هزاران هزار برگ جلوم، اینا هر کدومشون شکلش فرمش موادش بر اساس قانون، هیچ کدومش هم الله بختکی نیست، تاثیر هیچ موجود و نیروی هم حرکت نمی کنه. این جلوه من این گونه است، خانه شما همونه، قالیتون به اون صورت، دستتون به اون شکل، یک جاده‌ای در تهران یا اسفالتش بر اساس همون قانونه، یه مرغی که میپره بر اساس همون قانون میپره، یه گوشتی که یه آدمی میخوره و سیر میشه و باش از مرگ یا درد نجات پیدا میکنه، تابع همون قاعده است، قانون و قاعده مطلق کامل هم حاکمه. و چون برای من بسیار مهمه بیان این مسئله، به اندازه سر سوزنی هم از این قانون تجاوز نکرده و نمیکنه، هرگز هم معجزه اتفاق نیفتاده و این قانون نشکسته. اونایی هم که معتقدن برن همون ماجرا رو با یه دقتی اونم از دیدگاه پیروان نگاه کنن تا متوجه بشن هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاده، زندگی همه هم تو همین چارچوب عادی و معمولی بوده و حرکت هم میکنه. به همین جد است که ما مردم بر اساس انحرافاتی و اشکالاتی و شرایط خاص انسانیمون، سیاسیمون، اقتصادیمون، اجتماعیمون که میشه فهمیدش، حتی خیلی هم هشدار شدن پیش بینی کرد، جنگ جهانی دوم رو می‌ذاریم 60 میلیون آدم هم بکشتن، بعدم تصمیم میگیریم مثلا جنگ نکنیم 5 سال، خب نمیکشیم آدم. الان هم باز 2 مرتبه سر هر موضوعی، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه اجتماعی، یا منی که کمی کمی با مسائل روانی اجتماعی آشنا هستم میتونم این مسائل روانی اجتماعی رو یه کمی بشناسم، یه ارتباطاتی رو بینش برقرار کنم، طوری که دندانپزشک کار خودشو میکنه، یه مکانیک کار خودشو میکنه، یه نجار تو اون زمینه میبینه جهان او مرتب و منظمه و به همین جد است که میدونه یه کار کی میتونه به شما تحویل بده، هزینه‌اش چقدر وقت میبره، چقدر مواد و متریال میخواد. چرا؟ برای که همه چیز قاعده و قانون داره، ولی وقتی من نادانم دو تا کار میکنم، یا درباره دیگران فکر برم، مثلا کسی که پزشکی میکنه یه جور دیگه آدم خوب میشن و بهبود پیدا میکنن که چنین نیست، یا میاد به مواردی مرتبطش میکنه که خب اونقدر شناخته شده نیست، مثلا آیا در لس آنجلس بارون میاد یا نمیاد، نه اینکه ناشناخته است ولی به اون دقت چون نیست، حالا میخواد به خودش اجازه میده که موضوعای عجیب و غریبی رو وارد سیستم کنه، یا چون سلامتی و بیماری رابطه‌اش مشخص نیست اون رو هر وقت دلش خواست به نیروهای مرتبط میکنه. ولی اگر درباره ناخون مردم که مردم ناخونشون رو میگیرن یا نمیگیرن، بلند میشه، کوتاه میشه، میشکنه، نمیشکنه، یه ذره با دقت بریم ببینیم که اینجا نیروهای پنهان با ناخون کاری ندارن. چرا؟ برای که فیزیکی و مادی است. شما این برنامه‌های تلویزیونم که اشاره فرمودید همین جوری از این مزخرفات سر هم میکنن و بعدم معجزاتی رو انجام میدن، شما این نگاه کنید ماهیت این معجزات چیه؟ یه مقدار معجزات مشخصی که یا توجیهات بیشترشون هیپنوتیزم داره که میشه اون کارا رو انجام داد، یا بیماریای سایکوسوماتیک روانتنی هستن، یا موضوعاتی هستن که یه توجیه علمی داره ولی مردم ازش خبر ندارن و در نتیجه با اونها معجزه میکنه و مردم رو به حیرت وامی دارن، همونطور که یه عده‌ای که
فرض کنید که چشم بندی میکنند در لاس وگاس که تشم ببرید، یا آدمی اونجا یه چیزایی رو به وجود میاره، از بین میبره، زن رو تبدیل به ببر و پلنگ میکنه، ببر و پلنگ رو تبدیل به زن میکنه، یه دفعه یه هواپیما رو غیب میکنه. ولی اگر برید اونجا و میشه اسناد و مدارک و ایناشون دید، اینا رو به گونه‌ای درست میکنن، از خطاهای حسی من و شما استفاده میکنن، اون نمایشا رو برای ما میدن برای سرگرمی، ولی هیچ وقت مدعی نمیشن که اینها نیروهای الهی و روحانی دارن. پولشون هم میگیرن، از مردم هم تشکر میکنن، همه هم میدونن اینا به هر حال به طریقی تنظیم میشه. به همین جد است که اون آقایی که زن رو به ببر و ببر رو به زن تبدیل میکنه، شما اگر بهش یه 10 سنتی بدید بگید 25 سنتیش کن، نمیتونه، و حتی همون جام بهش بدید نمیتونه. علتش این است که اونا بر اساس یه قواعد و ضوابطی است که وقتی تو این بازی ها برید پیچیدگیاش میدن. مواردی هم که ما تو این برنامه‌ای که با آقای دکتر نیری، آقای دکتر حیدرزاده داشتیم تحت عنوان علم و شب، اقلا به 20 تا اونا رسیدیم، به زودی هم یک کنفرانس دیگری در این زمینه خواهیم داشت. برای اینکه یه مقداری امید این هست که همطور که اشاره فرمودید، حالا که دفعه چند یا چندین تلویزیون ایرانی و غیر ایرانی افتادن به جان مردم و یا گریه میکنند و یا تو سر خودشون میزنند که معلوم نیست برای چی، و یا بعدن میرن سراغ موضوع ها و مباحثی از این قبیل، شاید یه توجهی پیدا بشه که اینا جز فریب و دروغ و بازی و حق بازی و برای دریافت پول نیست، همشون هم گدا هستند و دارن کمک میطلبن. حالا این روحانی و عرفانیشون هم که بامزه است، به وجودی که پشت پا به همه دنیا زدند و هیچی مهم نیست، ولی همچنان پول مثل این که مهمه، و یا به دنبال شهرت و قدرت هستند، و بسیاری از اونها یه بازیگری بیشتر نیستن، برخیشون واقعا به دلیل حماقت ها و بیماری ها و آسیب ها باورمندانی هستن که این ماجرا رو یه مقدار بیشتر تند و تیزش میکنن. کوتاه سخن یه بازی است، بازی کودکانه است، و به هر حال اگر انسان کمی با موضوع ها و مسائل آشنا باشه میتونه همه اونها رو ببینه و متوجهش بشه. به همجاست که در اون سمینار علم و شبه علم، ساینس اند سودو ساینس، من فکر کنم به 20 تا از این مواردی که پذیرفته شده، آدما رو جوش حرف میزنن، یه دف سرش قسم میخورن، دوز و دروغایی که سر هم کردن، به اونها اشاره شد. یه مقدارش هم امیدوارم در گفتگوی بعدی و توجه به این مسائل حلش کنیم. اینا ما همطور که هیچ اتومبیل روانی نداریم، هیچ هواپیمای روحانی نداریم، هیچ چیزی هم این دانش‌ها به انسان ندادن، و اگرم خوب بهشون نگاه کنید میبینید هیچ. و به همین جاست که بنده بارها رو خط رادیو تلویزیون گفتم یک دونه از این اختراعات و اکتشافات پزشکی یا کشاورزی یا مهندسی رو نشون بدید که شما از طریق این آگاهی ها در جهان درست کردید و به وجود آوردید. همه بالاخره کار همین علم، این مسائل رو دنیای علم و عقل انسانی بهش میرسه، مسئله رو تعریف میکنه، مسئله رو به دنبال حلش میره، بسیاری رو حل کرده، برخی دیگر رو در مسیرش، و این کار رو خواهد کرد. پاسخهای قبلی هم به هیچ وجه بعدن معلوم شده درست نبوده، پاسخهایی که از اون قبیل بوده، در اینچه روزی مردم باران رو فکر میکردن حتی فرشته میاد یه دونه قطره رو میذاره بالا و پایین رو میره بالا و از این پرت و پلا، حالا معلوم شده چه خبره. یه روزی تصویر و تصور این بود که چرا پرنده ها میپرند، من یه نیروی بهشون دادن، چرا ما نمیتونیم پریم. حالا قواعد فیزیکیش مشخصه، به همین جد است که تونستید بهتر از هر پرنده ای شما هواپیما درست کنید تو پرواز کنید. بقیه مسائل هم همه روشن شده یا روشن خواهد شد، و همه در همین چارچوب درک درست و صحیح از طبیعت هست و واقعیه. ولی خب وقتی کسی به دلیل مبهم بودن بسیاری از مسائل، وقتی من دندان پزشک نیستم، شما برگردید بگید علت که دندانش خوب شد برای اینکه فرض کنید من فوتش کردم یا مادر من برش دعا کرد، خب بسیار طبیعی است که من اگر بخوام ساده انگارانه به موضوع نگاه کنم و چون نمیدونم نظر شما رو بپذیرم، خب قبول میکنم، بعدم گرفتار همون و باور به نیروهای پنهان و موجودات پنهان و قبول اینکه یه عامل اکس در همه این روابط وجود داره و همه معادلات رو به هم میزنه هستیم. بنابراین ویژگی روانی این آدم ها را میدونیم، همونطور که ویژگی روانی آدم شکاک رو میدونیم که چگونه مغزش به گونه دیگری کار میکنه که آدم های دیگه کار نمیکنن، و استدلالش از یه مسیر دیگری میره، و خیلی از وقت با یه دارو مسیر استدلال عوض میشه، از فردا صبح آدم عادی میشه. یا فرض کنید این تصور رو، چون که تلویزیون شنیدم که خانومی درباره گور گرفتگی بدنشون صحبت میکنه، میگفت وقتی اوت اف بادی اکسپریانس داشته باشه، آخر اوت اف بادی اکسپریانس بیماری است
یه تصور و تخیل ذهنی است، یه دارو هم بهتون میدن، یه اوت اف بادی اکسپریانس هم نخواهید داشت، از بدنتون بیرون نمیرید، اصلا چی بیرون میره، از کجا بهش نگاه میکنید. ولی وقتی یه آدما بر اساس گرفتاری ها و بیماری ها بیماری های خودشون رو معجزات میدونن، اون وقت یه جایی برای گفتگو احتمالاً باقی نمیمونه. به هر حال برنامه ها رو بشنوید یا ببینید، اگر مطلب خاصی بود یه موقع براتون سوالی بود خوشحال میشم که لطف کنید تشریف بیارید، با کمال میل در خدمتتون. برای خوشحال شدم. خیلی ممنون، همیشه موفق باشید. تمنا میکنم.